سرمایه ما در جهان نادانی است، هر جا که عمل به دست ناشی افتد تنها ثمره و نتیجهش ویرانی است. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، لازم دیدم مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. معمولا با توجه به شناخت بسیار ناچیزی که از علم باستان دارم و همیشه عنوان کردم قطره‌ای هستم از اقیانوس بیکران باستان که شاگرد بودم، هستم و خواهم بود و هر روز من از تک تک شما مطالب جدیدی رو یاد میگیرم و حتی اگر امروز میرم به دشت و کوه و بیابون، اطلاعات من از دیروز بیشتر میشه. لذا این موارد رو من خدمتون عرض میکنم تا بازبینی بفرمایید در کاوش هاتون، در کارهاتون، تا به نوعی درصد موفقیت شما بالا بره. خدمتون عرض بشه که کار بسیار سختی هست دوستان گرامی. اولا که این کار در کشور ما خودتون میدونید که غیر قانونی هست و اگر دوستان خودتون میدونید اگر در مکانی کار میکنید، گربه ای میاد همه فرار میکنن، اگر یک موتوری میاد همه مخفی میشن، یک ماشین میاد اصلا دوستان رو نمیبینه اما همه به نوعی فرار میکنن. چرا؟ چون واقعا کار غیر قانونی هست و به نوعی دوستان خودشون میدونن به دنبال این هستن که مشکلاتشون رفع بشه، نه اینکه مشکلی براشون پیش بیاد. لذا عرض بنده این هست که با آگاهی، با بینش و با دانش و با اطلاعات روز و ابزاری که میدونید پیشرفته هست و امتحان پس داده، در این کار به نوعی بهره بگیرید. عرض بنده به تمام علاقمندان به باستان این هست که تفسیر عکس رو بها ندید بهش. ببینید وقتی تقاضا زیاد باشه، عرضه هم به نسبت تقاضا بالا میره. وقتی ما تقاضای تفسیر عکس رو داشته باشیم، یک عده افراد با توجه به اینکه تقاضا بالاست میان و به نوعی با دانشی که دارن، با آگاهی که دارن، یک سری مطالبی رو تحویل ارسال کننده عکس میده. من بارها عرض کردم به کرات و باز هم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، تفسیر عکس یک توهمی بیش نیست. به هیچ عنوان از هیچ شخصی تفسیر عکس نخواهید. اون شخصی که قانون نانوشته تفسیر عکس رو بین عوام جا انداخت، بارش رو بست، الان شما چرا ول نمی کنید موضوع رو؟ تمومش کنید تفسیر عکس رو. اصلا علمی به نام تفسیر عکس وجود نداره. اصلا نمیشه عکس رو تفسیر کرد. اصلا ما چنین چیزی رو عرض کردم در کهکشان راه شیری نداریم. دوستان گرامی تفسیر عکس نخواهید. به محض اینکه دوستان من کانال رو باز میکنم، مسلسلوار عکس میاد که این عکس رو تفسیر کنید و
اگر بخواین ببینید، اگر بخواین در هر شغلی، در هر رسته‌ای که هستید، در هر مکانی که مشغول به کار هستید، متاسفانه به قدری دروغ و ریا و کلک و به نوعی کارهای نادرست و بی نتیجه زیاد شده که اگر کسی حرف راست رو هم بزنه متاسفانه باور نمی کنن. ببینید دوستان گرامی، تفسیر عکس نخواین. وقتی شما تفسیر عکس رو بخواین، اون شخص میاد با توجه به دانسته های خودش که اصلا نمیدونه شما در کجای کشور هستید، محیطتون کوهستانیه، محیطتون نمیدونم مکانتون کشاورزی، قلعه است، تپه است، دره است و یا هر چیز دیگه، کویره، نمیدونم هر چیزی که هست، جنگل، در هر موقعیت جغرافیایی که هستید عکس رو میفرستید، اون شخص نمیدونه و با توجه به اطلاعات ناقص خودش شما رو راهنمایی میکنه و حکایت میشه همین که تمامی کوها و درهای ما همه شدن جگر زلیخا. هر جایی که رد میشی میری کوه نوردی برای تفریح، میری برای کار، میبینی این کوها رو جگر زلیخا کردن و سوراخ سوراخ کردن و به قول یکی از دوستان نزدیک من ریفه ریفه کردن این کوها رو. چرا؟ چون خواب دیدن، چرا؟ چون شخصی عکسشون رو تفسیر کرده و با تفسیر عکس دوستان مبادرت به انجام کار کردن. اون شخصی که عکس شما رو تفسیر میکنه اگر بیاد مکان، آیا مکان شما رو میتونه جانمایی بکنه؟ دوستان گرامی، با سیستم های پیشرفته نمیشه مکان رو جانمایی کرد. با علم باستان، افرادی که بسیار احاطه دارن به علم باستان نمیتونن مکان رو جانمایی بکنن. چطور میشه شما یک عکسی رو میفرستید برای آقای ایکس که نه سرش معلومه نه تش معلومه، اصلا نمیدونید این از فارغ التحصیل کجاست، سطح سوادش چقدره، شما عکس رو میفرستید که تفسیر بکنه بعد برید کار بکنید؟ با چه امیدی؟ تمامی کاوشگران با امید، با تلاش، با کوشش میرن مکان، دست خالی برمیگردن. چرا؟ چون یک جای کار میلنگه. بیاین یک بار برای همیشه اون جایی که میلنگه رو ما به نوعی درستش بکنیم. چرا باید کار بلنگه؟ چون ما دانش و آگاهی لازم رو نداریم. اون دانش و آگاهی لازم چی هست؟ یکی دو مورده. یکی اینکه مکان نامی باشه، یک، و اینکه منبع آبی داشته باشه. یعنی اینها خیلی سخته براتون. وقتی مکان شما نامی باشه مطمئنید که در یک محیط یک کیلومتری شما یک مقبره‌ای رو دارید، یک دفینه‌ای رو دارید، یک هدایایی رو حالا در اثر تدفین یا دفینه یا هر چیزی دارید. چرا؟ چون مکانتون نامی هست. خب حالا اگر علائمی هست، آثاری هست، اون آثار و علائم رو رمزگشایی میکنید و اگر اوسنهی هست، داستانی هست، لالایی محلی هست، اونها رو رمزگشایی میکنید. اگر مکانتون اسمی داره، اون اسم ریشش رو در بیارید که اصلا از خودتون بپرسید که این چرا نامی این کوه فلانه، چرا نامی این تپه فلانه، چرا نامی این دره فلانه، چرا نامی این چشمه فلانه. همه اینها ریشه نام ها رو در بیارید تا بتونید موفق بشید. موفقیت شما فقط نامی بودن مکان و منبع آبی هست. در زمان باستان
عزیزان من در زمان باستان در کوه و دشت و بیابون و صحرا و کمر به نوعی مصالح برای ساخت سازه بوده، مثل خاک که تو کوها هست، تو تپه ها هست، آهک در کوها هست، تپه ها هست، در راه هست، سنگ و سایر موارد. پس معمار زمان میرفت مکانی رو انتخاب میکرد که منبع آبی داشته باشه. حالا اون منبع آبی میتونه چشمه باشه، میتونه قنات باشه، میتونه رود باشه، رودخانه باشه، برکه باشه، آبنبار باشه، چاه باشه و یا حتی رودخانه فصلی. شما دو تا کار رو انجام بدید، خواهش میکنم، ملتمسانه، تعظیم ژاپنی میکنم خدمتتون، که به دنبال مکان نامی باشید. اسامی مکان، اسامی و نامهای نامی خیلی محدوده، یعنی یادگیری و حفظ اسامی نامی برای شما انقدر مشکله. دوستان برای من عکس میفرستن و میگم مکانت نامیه؟ میگه بله نامیه. نامیه خب میگه چیه؟ میگه یک اسم عجیب و غریبی. میگه این بسیار نامیه. میگم دوست عزیز شما میدونید نامی یعنی چی؟ میگه شما نمیدونی، مکان من نامیه، وقتی نمیدونی حرف نزن. خب منم میگم چشم، خفه میشم، صحبت نمی کنم. مکانت نامیه، تشریف ببر کار کن. اما به چه قیمتی؟ به قیمت شرمنده شدن پیش خانوادت. پس دوستان گرامی، اگر دنبال علائم هستید، اگر دنبال نماد هستید، نتیجه نخواهید گرفت. با قاطعیت عرض میکنم دنبال نماد نباشید. من همیشه عرض کردم اگر به دنبال نماد باشید، یعنی شما دکمه ای رو پیدا میکنید، برای این دکمه میرید پالتو میدوزید. حکایت نماد و علائم هم همین هست. دوستان میرن در کوه یک حفره ای رو در یک سنگ میبینن، از دست و پا در میان که من یک نماد بسیار عالی دارم، فلان دارم، فلان دارم. میگم چیه؟ میبینی عکس میفرسته فراوون از زوایای مختلف این جوغن به درد نخوری که اصلا صاف و صیقلی و خوشتراش هم نیست، عکس های مختلفی میفرسته. و وقتی واقعیت رو به این دوست عزیز میگی ناراحت میشه، میگه وقتی نمیدونی در کانال تو تخته کن، برو پیکارت. چشم. دوستان عزیز، عزیزان دل، اگر بنده میام وقتم رو صرف میکنم، من برای خودم هیچی نمیخوام. تا به حال برای تفسیر عکس های به قول شما مبلغی رو دریافت نکردم. وقتی دوستان عکس میفرستن، به دوستان عرض میکنم عکس نفرستید، به من نام بدید. نام هایی که از دوستان میخوام محدوده. نام کوه، نام تپه، نام چشمه، نام کوه مجاور، نام تپه مجاور، نام چشمه مجاور، نام دره. احیانا اگر مکان صخره‌ای هست، نام صخره. آیا راه مال رو دارید یا خیر؟ فقط همین. و حتما گوشزد میکنم که نام استان و شهر و روستات رو نده. میدونید چی میان میگن؟ میگن اگر من نام رو بهت بگم، شما خودت میری اونجا کار میکنی. ببینید وقتی تفکر این هست، آیا موفقیتی در پشت این تفکر هست؟ جواب رو به خودتون میسپارم. وقتی عرض میکنم نام استان و نام شهر و نام روستات رو نگو، صرفا نامهای دیگر رو بگو که با توجه به این نامها و ریشه‌یابی این نامها و نامی بودن این مکانها، من
محدوده ای رو برای شما گمان زنی بکنم که صرفا شما در اون محدوده خاص بتونید کار بکنید، در اون محدوده خاص بررسی بکنید، اون محدوده خاص رو تحت نظر بگیرید، به نوعی کارشناسی شخص واردی رو در اون مکان ببرید، ببینید آیا این مکان فرونشست داره، آیا این مکان نمیدونم سنگ شاخص داره و و و موارد دیگه داره یا نه. وقتی تفکر این هست، من چرس کنم خدمتتون. در هر حال مورد دیگه‌ای که در رابطه با موفقیت بنده اینجا یادداشت کردم این هست که پیشینه مکان رو در بیارید، که آیا اون مکان محیط تمدن بوده یا خیر. ما تمام اکثر قریب به اتفاق هدایای ارزشمند ما در خود روستاها و نزدیکی روستاها هستند که دوستان نمیتونن کار بکنن. چرا؟ چون تمدن از گذشته بوده و به صورت استمرار و مستمر ادامه داشته تا کنون. پس دوستان گرامی، محیط باید محیط تمدن باشه، محیط زندگی باشه. در مکانهایی که شما کاوش میکنید، بررسی میکنید، دوستان سریع اقدام به حفاری نکنید. اگر شما نقاط کوری که افرادی که مثل من و شما رفتن و شروع به کار کردن، شروع به کاوش و حفاری کردن رو اگر ببینید، چند متر رفتن پایین سو زدن، نغم زدن به طرفین. نغم زدن به طرفین یک دلیل بیشتر نداره. اون یک دلیل این هست که از پایین رفتن منصرف شدن. چرا؟ چون ایمان نداشتن به کارشون که به طرفین رفتن و به نوعی تیری میزنن به سیاهی که شاید اگر نغمی بزنن، سویی بزنن به طرفین، شاید به لایه منظمی برسن، شاید به یک نشانهی برسن که به نوعی خوشحال کننده باشه. پس اگر قرار مکانی رو کار بکنید، وقت بذارید سر مطالعه. هر چقدر شما مکان رو بشناسید، هر چقدر روی زمین مطالعه بکنید، در زمستون کنار بخاری، در تابستون کنار کولر بشینید، در رابطه با مکان تمام موارد از سیر تا پیاز، از درشت تا ریزش رو در بیارید و جانماییتون درست باشه، بد کار بکنید. در غیر این صورت نتیجه نخواهد داد. دوستان گرامی، در مکانهایی که تشریف میبرید، تختگاه ها رو جدی بگیرید. تختگاه ها رو جدی بگیرید، کمره های کوه رو جدی بگیرید، نام های نامی رو جدی بگیرید. و اگر شما در مکانی از بزرگتری شنیدید که در این الان چشمه‌ای وجود نداره اما قبلا چشمه وجود داشته، مظهر اون چشمه رو پیدا بکنید، اون جایی که قدیم از اونجا آب میجوشیده رو پیدا بکنید، همون کفایته. پس به دنبال این نباشید که فقط چشمه جاری باشه. اگر چشمه در اثر عوامل محیطی به هر نوعی خشکیده باشه، شما اون مظهر چشمه رو ملاک قرار بدید. سنگ های خاص کنار چشمه ها رو
حتما حتما با دقت بررسی بکنید. علائم مثلثی رو بررسی بکنید. خدمتتون عرض بشه که فرو نشست های کنار سنگ های خاص رو بررسی بکنید. به دنبال سنگ هایی نباشید که قابل حمله. سنگ های قابل حمل قابل اعتماد نیستند. به دنبال سنگ هایی باشید که تک باشه، رنگ خاص داشته باشه در محیط، و سنگ هایی که ریشه در زمین داشته باشه یا سنگ هایی که دورچین شده باشه. دوستان، سنگ چین ها رو حتماً حتماً بررسی دقیق بکنید. در غارها کار نکنید. اگر کسی در غار کار بکنه، کار کردن در غار مساوی است با مرگ. به هیچ عنوان بدون کارشناس مخصوص غار در غار کار نکنید. کارهایی که در غار انجام شده مطمئن باشید که تله داره و تله مرگبار داره. ما در یک غاری که من بارها عکسشو گذاشتم، یک سردیس شیری هست که این سردیس شیر در بالای در ورودی غار هست که نگاهش دقیقاً به سمت پلمپی هست که پلمپ کاملاً واضح و آشکاره و داخل اون غار هم کفش تا 3.5 متر دقیقاً ماسبادی، که اون ماسبادی من فکر نمی کنم تا 500 کیلومتریه اون غار ما چنین خاکی رو داشته باشیم. در هر حال به وسیله این دازینگ اون غار رو پیدا کردیم. غار 100-140 متر از سطح زمین بالاتر و توسط درخت‌ها و درخچه‌هایی استتار شده بود. وارد غار شدیم که دازینگ خدمتتون عرض بشه که ورودی رو داد. 7 تا پله رفتیم پایین، به یک اتاقکی رسیدیم تقریبا 6 در 8. گوشه ای رو دیدم که نور میاد، سنگ ها رو برداشتیم، یک تراس بسیار زیبا بیرون غار، بیرون اون اتاقک زده بودن که از اون تراس زیبا تقریبا 2 متر در 2 متر تمام منطقه رو میشد نگاه بکنی. باز هم گوشه غار رو دازینگ زد که اینجا حفره 3.5 متر اون خاکهایی که دقیقاً مثل ماسبادی دریا بود رو حتی با دست میشد کنار زدیم. رفتیم پایین و رسیدیم به یک، نمیشه گفت پلوم، نه سنگچین، سنگ هایی که با ملات بسیار ضعیف گذاشته بودند و سنگی به این سنگ خیلی بزرگ حالت هشتی که فقط سینخیز باید میرفتی. رسیدیم به اون قسمت پلوم. یکی از دوستان پلوم رو که با یک وسیله سختی شکوندش میخواست بره وارد اتاق دیگه بشه که از پشت این دوستمون رو گرفتم و همونجا غیر قابل باور هست دوستان، واقعا غیر قابل باور هست. در کمتر از 10 متری ما فقط تنها چیزی که تا 5 دقیقه یک صدای مهیبی که چیزی انگار افتاد و چشم رو ندید، میخکوب شدیم در جا و بعد از چند دقیقه که این گرد و خاک‌ها خوابیدن، در کمتر از 10 متری روبروی ما سنگی بیشتر از 2 تن از سقف افتاد پایین. من نمیدونم با چه مهارتی، با چه وسیله این سنگ رو در سقف گذاشته بودن که به محض این که این پلوم بازشه این سنگ بیفته پایین. به نوعی اگر این سنگ رو هر کسی بیفته، اون شخص دقیقا پاکت نامه میشه که باید از زیر در خونهشون بندازی داخل. پس دوستان گرامی، داخل غار کار نکنید. خیلی زرنگ باشی، خودت چیزیت نشه، دوست بغل دستید
بلایی سرش میاد و سالهای سال باید در راهروهای دادگاه پرسه بزنی سر هیچی. بیرون غار مطمئنن چشمه‌ای هست، بیرون غار مطمئنن قبری هست، بیرون غار کار بکنید، یا اگر غار در دل کوه هست برید بالا و در بالای اون منطقه به دنبال یک وسیله‌ای باشید، به دنبال اگر مکان نامی هست مطمئنن علامی در اونجا خواهید دید که به نوعی سرباری هست که همون رو بردارید براتون کفایته. پس داخل غار به هیچ عنوان کار نکنید دوستان گرامی، داخل تپه ها کار نکنید. تپه ها بسیار کارهای سنگین و زمانبری هستند که اگر شما 3 ماه 4 ماه هم وقت صرف کنید به نتیجه ای نخواهید رسید. چرا؟ چون کار حکومتی با قشون، با سربازهای فراوان، با مهندسین متخصص، با افرادی که آشنا بودن به علوم غریبه این کارها رو انجام میدادن. قرار نیست که من و شما نوعی بریم اون تپه رو تخلیه بکنیم، ضمن اینکه هر تپه ای بار نداره. پس به دنبال کارهای ساده و کوچیک باشید. کارهای ساده و کوچیک کجاها هستند دوستان گرامی؟ کارهای ساده و کوچیک در قلعه های شاهی، اگر قلعه شاهی دارید، در قسمت طلوع و غروب آفتاب تشریف ببرید، اونجا قبرستانی هست و میتونید به وسیله دازینگ قبر مهم رو در قبرستان پیدا بکنید. در مکانهایی که نام دربند داره دوستان، دربند یعنی تلاقی دو آب، دقیقا در تلاقی دو آب شما یک تپه‌ای رو میبینید که معمولا در روی اون تپه شما قبرستانی رو خواهید دید و بسیار بسیار مکان ارزشمندی هست. چرا؟ چون مکان آیین اعتقادی بوده. در مکانهای پیر کار بکنید. مکانهای پیر بسیار بسیار مهم هستند. پیر پادشاه محلی، همسرش میشه خاتون. پیر حاکم محلی و خاتون میشه ملکه محلی. در مکان بابا میشه حاکم، میشه به نوعی فرماندار امروزی. بابا میشه که ساسانی هست و بیبی همسر اون. این مکانها نامی هستند. مکانهایی که اسامی زر داره، مکانهایی که اسامی زرین داره، مکانهایی که طلا داره، مکانهایی که شاه داره، اینها نامی هستند. اولیاها بسیار مهمن، سفلاها بسیار مهمن. اصلا اولیاها و سفلاها رو صرفا برای تدفین ساختن. شما کجا میرید برای کار؟ مکانی که نامی نیست، خب مطمئنن دست از پا دراستر بر میگردی. این همه تلاش کردی، هزینه کردی، از کار و زندگی موندی، تو خونت خونوادت منتظرتن که با دست پر برگردی، شرمنده اونها میشی و بعد از انجام یک کار ناقص مدتها دپرس میشی و از این کار زده میشی. خب ابتدای کار با بینش، با آگاهی، با دانش برو. عکست رو به کسی نده تفسیر بکنه. دنبال نام باش، دنبال مکان نامی باش، دنبال علائم نباش. باور بفرمایید بالای در هفته بیش از چند هزار تا عکس برام میاد که روی یک سنگ یک خطی کشیده شده که اون خط مطمئنم در اثر عوامل طبیعی بوده. این افراد میان التماس، خواهش، تمنا که این چی هست، این رو برای من رمزگشایی بکن. دوست گرامی سطح دانشت رو ببر بالا، کتاب بخون. دوستان عزیزی که صدای من رو میشنوید، تصویر من رو میبینید، انصافاً انصافاً به جان عزیزت چند تا کتاب خوندی؟ چقدر دانش و آگاهی داری؟ آیا آیین تدفین رو خوندی؟ 90% هدایای ما در آیین تدفینه که هیچ کس نخوندش. آیین تدفین یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی فوت میکنه ما برای 3 میگیریم، 7 میگیریم، 40 میگیریم، سال میگیریم. این میشه آیین تدفین امروز ما. در هر دوره، در هر قرن، در هر زمان، در هر
قوم در هر قبیله، هر کس هر زبانی داشته، زبان کردی، تاتی، نمیدونم ترک، هر عرب، لور، گیلکی، هر همه ایران سرای من است، همه ایران با همه اقوام برای تدفینشون آیین خاصی دارن و در زمان گذشته هر تدفینی هدایایی داشت با توجه به میزان توانایی اون شخص و دارایی اون شخص. دارایی اون شخص، اموال اون شخص رو با خودشون با اون شخص دفن میکردن. آیین تدفین رو خوندید، باور بفرمایید از هر 10,000 نفر شاید 2 نفر اونم نصف نیمه خونده باشن. شاید شما آیین تدفین رو بخونید چیزی سر در نیارید. دوست عزیز بخون، 5 بار 10 بار 100 بار بخون. این خوندنه که شما رو به موفقیت میرسونه. یه مطلب دیگه هم بگم. دوستان گرامی میان میگن استاد اگر میشه یک کتابی رو به ما معرفی بکنید که ما با خوندن این کتاب بتونیم نتیجه بگیریم. اصلا ممکنه همچین چیزی؟ قربونت برم، قربون شکل ماهت برم، مگه اون شخصی که کتاب می نویسه مگه لم اوستاییشو داخل اون می نویسه که همه از اون با خبر بشن و خودش اندر خمه یک کوچه باشه؟ قربونتون برم، مطالعه بکنید. باز هم میگم مطالعه بکنید. کلیپ طولانی شد اما لازم هست که این موارد رو عرض بکنم. دوستان گرامی، اگر بنده دازینگ رو دستم میگیرم هیچگاه قصد فروش برای دازینگ در اینجا مطرح نیست. دوستان عزیز، اونهایی که توانایی خرید سیستم رو دارن میرن سیستم میخرن اما آموزش لازم در رابطه با اون سیستم رو نمیدونن و میرن سفال میگیرن و اون سفالشون رو 5 متر 6 متر میکنن، میرن پایین، میبینن اون چیزی که سیستم نشون داده سفاله. اگر سیستم خریداری میکنید حتما آموزش های لازم رو ببینید. اگر سیستم خریداری میکنید حتما در محیط باز حتما حتما تست بکنید. سیستم ها 99.9% فیک هستن و قیمتاش چندین برابر قیمت واقعی. اگر قرار ردیاب بخرید، هیچ ردیابی در ایران با قاطعیت عرض میکنم ردیاب واقعی نیست. چرا؟ چون درون ردیاب، داخل ردیاب باید جیوه اورجینال نشرال و طبیعی تعبیه بشه. اگر جیوه نشرال و اورجینال طبیعی در ردیاب تعبیه بشه این ردیاب دیوانوار دنبال طلا میگرده. اما هر گرم جیوهی که 2 میلیارد تومان هست و 10 گرم جیوه 2 میلیارد تومان میشه 20 میلیارد، خود ردیاب میشه گنج. نیازی نیست که شما دنبال گنج باشید. پس وقتی ردیابی که 20 میلیارد تومان فقط باید داخلش جیوه بریزن به شما میدن 10 میلیون 15 میلیون تومان، آیا ممکنه جیوه اصل درونش باشه؟ نگلم، اون جیوه قرمز هست، جیوه قرمز صنعتی از نوع دماسنجی. دوستان گرامی، هر کاوشگر یک دازینگ، وجود دازینگ، تهیه دازینگ دلیل بر موفقیت من نیست. اگر شما دازینگ تهیه میکنید دلیل بر موفقیت شما نیست. قرار نیست دازینگ رو تهیه بکنی بذاری رو تاخچه خونت و موفق بشی. اگر دازینگ رو تهیه کردی روزی 1 روب با دازینگت کار بکن، تمرین بکن، ظرف مدت 1 ماه نهایتاً 3 ماه میشی یک استاد تمام عیار. هر کاوشگر یک دازینگ، در محیطی که هستید، در مکانی که هستید،
در کویر، در دشت، در زمین‌های کشاورزی، در دره، در کوه، در جنگل، هر جا که هستید، اگر قرار از دازینگ استفاده بکنید دوستان گرامی، اول مکانتون نامی باشه، محیط تمدن داشته باشید و در مکان نامی از دازینگ استفاده بکنید و هر دستوری که به دازینگ بدید دقیقاً همون رو براتون پیدا میکنه. اگر به دازینگ در محیط نامی فضای خالی رو بخواید، فضای خالی رو نشون میده. اگر از دازینگ تونل بخواید، تونل رو نشون میده. اگر طلا رو بخواید، طلا، مفرق رو بخواید، مفرق نشون بده. نقره رو بخواید، نقره نشون میده. حتی اگر شما در مکانی هستید و به نوعی شک دارید که در این مکان معدنی هست از نوع مثلا پیریت، میگید اگر در این مکان معدن پیریت هست، مسیر رو به من نشون بده، مسیر رو به شما نشون میده و حتی به نوعی متراژ اون معدن رو هم به شما نشون میده، که امیدوارم در کلیپ های بعدی در رابطه با کاربرد های دازینگ و استفاده هایی که ما میتونیم از دازینگ داشته باشیم رو به اطلاع شما برسونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مواظب همراه نامرد باشید دوستان گرامی. همراه نامرد دقیقاً مثل سرطان میمونه که اگر گیرش بیفتی، همونطور که سرطان درمان نداره، رفیق نامرد هم درمان نداره. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم. ایام به کام. شب و روزتون پربرکت. حق نگهدار.